شما بر بینندگان عزیز برنامه فارسی با هم امروز در خدمت جناب آقای دکتر داریش محمدپور هستیم و در خصوص رساله فارسی زبان مجلس مکتوب خار از شهرستانی که اخیرا تصیح و ترجمه کردن با ایشون گفتگو خواهیم کرد آقای دکتر معرف حضور همه هستند استاد و پژوهشگر مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن بی وارد بحث میشیم آقای دکتر خیلی خوش آمدیم خیلی متشکر از زمانتون به عنوان سال اول میخواستم بپرسم که عبوالفت محمد شهرستانی چه شخصیتی بوده در تاریخ و آثار عمدتش رو اگر بخوایم نام ببریم چه آثاری رو معرفی میکنیم؟ شهرستانی عمدتا در تاریخ مسلمین مشهور است به ملل و نهل نویس یعنی کسی است که مشهور است به مهمترین نصری که نوشته الملل و نهل که در, با در باره مذاهب و نهله های مختلف مسلمان هاست این شاید مهمترین اثر شهرستانی است که عموم دانشوران مسلمان شهرستانی رو به این نام میشناسند ولی این ملل و نهل فقط یه بخشی از کار علمی شهرستانی است که اون جنبه فلسفی کلامی الهیاتی ذهن خود شهرستانی رو به خوبی نشون نمیده به خاطری که به طور عام شهرستانی مشهور است به اینه که یک متکلم سنی اشعری مذهب بوده و عمده ترین اثری که به خاطر این اثر شهرستانی به اون مشهور است به اینه که متکلم اشعری است کتاب نهایت الاقدام فی علم الكلام است که گفته می شود که درباره کلام اشعری است ولی این تنها دلیل اهمیت شهرستانی نیست به خاطر که اونچه که ما از زبان معاصران شهرستانی میشنویم این است که شهرستانی بسیار حافظه قوی داشته در نسل بسیار بلیغ بوده سخنور بسیار استاد و طرز اولی بوده زبان فارسی و عربی رو خیلی خوب میدونسته با ادبیات فارسی و عرب بسیار آشنا بوده و این شما از خلال اشعاری که در فارسی و عربی در گفتارش استفاده میکند به خوبی میبینید جایی یکی از معاصران شهرستانی تعبیری درباره شهرستانی به کار میبرد که ضمن ستایش از شهرستانی میگوید که اگر نقل رو مضمون میکنم اگر در شهرستانی انحراف عقیده نمی بود امامی برای خودش بود یعنی بسیاری از معاصران شهرستانی اذعان دارند به مراتب علمی و معرفتی شهرستانی با این تفاوت که درباره مذهب شهرستانی پرسش وجود داره یعنی ابهاماتی وجود داره که هم اسران او بهش اشاره کردند که حالا در ادامه صحبت بهش خواهیم پرد در مورد دوره ی حیات و در واقع مکان زندگی و فعالیت شهرستانی دوزی می کنم ببینید شهرستانی در یک جایی به دنیا میاد به اسم شهرستان یا شهرستانه که در حوالی ترکمنستان امروزی واقع میشه یعنی در واقع در منطقه خراسان و بزرگ در مووران نهر دوره زندگی شهرستانی مقارن است با دوره حکومت سلجوقیان در ایران و شهرستانی هم اصر است با حسن سبا یعنی در واقع اگه دقیق تر بخوایم بگیم شهرستانی زمانی که حسن سباه از دنیا می رود به فاصله چند سال کتاب ملل و رو تمام می کنه و کتابش منتشر می شه. یعنی شهرستانی از یه به یه وحشی هم اصر با حسن سباه هست و هم اصر با سه نفر از جانشینان حسن سباه که بزرگ امید باشه و محمد ابن بزرگ امید و حسن علا که سلام که اولین امام اسماعیلی علموت هست که چهارمین فرمان روای علموت و کسی است که دعو اعلام قیامت کند شهرستانی با تمام اینا هم اصله برای اینکه یه فضای کلانتری داشته باشیم از اینکه بدونیم با چه کسان دیگری شهرستانی هم اصر است خاطر اینکه به موضوع بحث اسماعیلی بودن یا احتمال اسماعیلی بودن و شهرستانی مربوط است شهرستانی در دوره زندگی میکنه که کمابیش هم اصل امیلوزات همدانی است و هم اصل صنایع غزنوی است یعنی فضای فکری، فضای سیاسی، فضای فرهنگی اینها بسیار به هم نزدیکه مثلا صنای مال عهد قزنویانه در حالی که سلجوگان اندکی بعد از او هستن و شهرستانی در این مدتی که تحصیل میکنه به نظامی نشابور میره بعد از مدتی سفر میکنه میره به بغداد مدتی در بغداد میمونه در نظامیه بغداد مدتی تدریس میکنه و بعد بالاخره اونجا نمیتونه بمونه و برمیگردد به خراسان بزرگ و میره به خدمت سلطان سنجر و سنجر بعد از مدتی تقرب پیدا میکنه به دربار سنجر پادشاه سلجوقی از طریق دو نفر از وزرای مشهور به شیعه مذهب سنجر که یکیشون نقیب ترمز بوده یکیشون وزیر سنجر بوده است و اینها شهرستانی رو معرفی میکنن به سنجر و خلاصه بعد از مدتی سنج به شهرستانی به سلطان سنجر خیلی نزدیک میشه و محرم سر سلطان میشه این دوره حیات شهرستانی بسیار مهمه به خاطر که حدود 20 سال در خدمت سنجر کار میکنه و دست بر غذا این 20 سال این حدود 20 سال دوره است که سنجر در خلاف بقیه پادشاهان سلجوقی با اسماعیلیان علموت به یه آتش بسی رسیده به یه تفاهم رسیده، سل کرده با اینها و جنگی بین اینها نیست و در تمام این مدت 20 ساله این دوره ای آرامش زندگی شهرستانی هم هست دست بر اتفاقی که در دوره سنجر می افتد این است که بنا به یه دلایلی رابطه بین اسماعیلیان و بین پادشاه سلجوقی تیره میشه و سنجر شروع به قلقم هم کردن یه دخیل زیادی از افرادی که در دستگاه خودش کار میکردن میشه میکند و البته شهرستانی هم جزو کسانی است که مجبور میشه فرار کنه حالا دلائل و زمین های نمیدونم اختلاف و دعوا و جنگ هایی که سنجر با بقیه صاحب قدرتان اصل خودش میکنه فر ماجرا است ولی اتفاقی که در این فرایند در واقع تعقیب و آزاری که سنجر در بین درباریانش داره یه تصویهی که در بین درباریانش انجام میدهد باعث میشود که شهرستانی خدمت سنجر رو ترک کنه و برگرده به محل تولدش و در زادگاه خود شهرستانی است که شهرستانی ما میدونیم که دو اثر مهم رو تولید میکنه که یکی از اینها مجلس خارزم است و یکی دیگه البته تفسیر قرآن شهرستانی است و این دوتا اثر است که بسیار کلیدیان برای فهم ما از شخصیت شهرستانی پس تا اینجا ما ملل و نهل شهرستانی رو داریم که درباره آرا مذاهب مختلفه نهایت الاقدام رو داریم که درباره علم کلام است بعد مجلس مکتوب خارزم شهرستانی رو داریم که تنها اثر شهرستانی است که به زبان فارسی است و تفسیر قرآن شهرستانی موسوم به مفاتیح و الاسرار و مسابی و الابرار که یک اثر خیلی ویژه و خاصی است به خاطری که در هیچ کدوم از این اسلوبهای متعارف تفسیر قرآن نمی گنجد یعنی کتابی است که تفسیر دارد درباره نظم آیات قرآن صحبت می درباره اسرار آیات قرآن صحبت می که به وضوح سبقه تعویلی دارد که بسیار نزدیک است به مشرب اسماعیلیان ما الان این چهار تا اثر اسم بردیم که اینا به نحوی ارتباط پیدا میکنن به هویت اعتقادی یا هویت مذهبی شهرستانی یک اثر دیگه هم از شهرستانی ما داریم که اونم در فهم ما از زندگی شهرستانی و تفکر شهرستانی کلیدی است و اونم کتاب مسارعه الفلسفه شهرستانی است به خاطر اینکه شهرستانی در این اثر میاد فلسفه ابن سینا رو نقد میکن و دست بر نقدی که شهرستانی از فلسفه ابن سینا می کند کمابیش نعل به نعل سازگار است با اون خلاصه و چکیده چارچوب فکری حسن صباح برای اعتقاد به تعلیم ما میدونیم که تعلیم در میان شیعیان و در میان اسماعیلیان سابقه داره تعلیم به این معنایی که شما نیاز به علم امام امامی از اهل بیت پیامبر دارید منتها شیوه که اصلا صباه مسئله رو صورت بندی می کند و در واقع تعلیم امام و معرفت امام وقت رو گره می زند به معرفت خدا و به توحید همون چیزی که ما در گفتار شهرستانی پیدا می کنیم ما بعدها در صورت بندی دوباره در فرمول بندی مجددی که توسی در رساله سیر سلوک می کند این رو می بینیم و بعدا در تمام آثار اسماعیلی دوره علموت این رو به وضوح می بینیم این چند تا کتاب به یه وچی شاکله فکری شهرستانی رو ما نشان می دهند. که حالا یه دونش فعلا چند لحظه بذاریم کنار اون کتاب نهایت الاقدام است که مشهور است به یک اثر اشعری می میگم بذارید کنار به خاطر اینکه هنوز جای بحث و گفتگو درباره این کتاب زیاد وجود داره که عناصری در کتاب نهایت الاقدام شهرستانی دیده می شود که ظاهر اشعری داره ولی کما بیش قرابت فراوانی دارد با اندیشه اسماعیلی نزاری به ویژه اون چیزی که در دوری علم افتاد آقای دکتر شما در مقدمه مجلس مکتوب هم بحثی آوردید در مورد مذهب شهرستانی الان هم نکاتی فهم بودین موضوع دیگری هست که بخواین اضافه بکنید ببینید شهرستانی در دوره حیاتش یعنی اون کسانی که دو سه نفری که نزدیکند به دوره به زندگی به دوره حیات شهرستانی کسانی هستند که این ابراز تردید رو درباره مذهب شهرستانی می به خاطر عقاید تعبیلی شهرستانی و به خاطر گرایشات بووضوح شیعی شهرستانی یعنی آشکارا ابراز ارادت و اهل بیت پیامبر میکند آشکارا درباره منزلت امامان از نسل علی و فاطمه حرف میزند و حدیث و روایت اینا نقل میکند که کمابیش انتباق تام و تمام دارد با مواضع نه تنها شیعیان به طور کلی بلکه اسماعیلیان نظاری به طور خاص به خاطری که بر روایت های و احادیثی تکیه میکند و نقل میکند که ما از هیچ کس غیر از اسماعیلیان اینا رو نشدیدیم سوای این که حالا یه اصطلاحاتی شهرستانی در این دو اثرش به کار میبرد که بعدا ما میدونیم تنها گروهی که میان مسلمانان این اصطلاحات رو استفاده میکنن و نقش کلیدی در صورت بندی فکرشون داره اسماعیلیانه. حالا ممکنه یک کسی ادعا کند که نه شهرستانی اسماعیلی نبوده این اسماعیلیان خوششون اومده از شهرستانی استفاده کردن ازش و صورت بندی کردن با استفاده از اصطلاحات شهرستانی و این شده مبنای فکری اشکال نداره مسئله ما الان این نیست که بگیم که این شخص شهرستانی نسبش چجوری بوده چه جوری چون واقعا اگه بخوایم به وارد اون نوع بحث بشیم ما پیش نتیجه نمیتونیم از بحث بگیریم به خاطر اینکه یکی ادعا میکنه اسماعیلی که ادام میکنه, میکنه سنی همین سلسله ما در تاریخ داشتیم در سال اصلی ما درباره مذهب شهرستانی این است که ما یه مجموعه فکری داریم یه مجموعه آثار تولید شده شهرستانی رو داریم که این آثار تولید شده شهرستانی از آز فکری سازگاری تمام با تفکر اسماعیلی دارن یک اسماعیلیان از اینها برای ابراز عقایدشون استفاده میکنن دو یعنی هیچ گروه دیگری نداریم که به اینها ارجاع بده شما فرض کنید نویسنده این دوتا اثر یه آدم مجهول الهویه است ما با اون آدم مجهول رو کار داریم الان حرف ما اینه این این کسی که اینو نوشته کسی است که بی هیچ شکی در شکل دادن به اندیشه اسماعیلیان نزاری سهم بسیار کلیدی داشته سوال اصلی ما اینه حالا ما کجا به اینجا رسیدیم از اینی که اولا که هم اصران شهرستانی این حرف رو زدن بعد تو دورهای بعدی همین همینجوری از دوره معاصر شهرستانی میگیریم تا دوره معاصر آدم های مختلف گفتن شهرستانی سنی شهرستانی اشعری شهرستانی اسماعیلی شهرستانی اخباری یه عده گفتن اخباری است حتی یه عده حتی ادعا کردن که اصلا شهرستانی اسماعیلی بوده و بعدا برگشت سنی شده اینم هم جزو عجایبی که ما میبینیم این رو اینو من فرست کردم توی مقدمه ای کتاب درباره متون مختلفی که وجود داره این یه بخش ماجرا است که منابع متعددی که به ابهام درباره مذهب شهرستانی اشاره میکنند دوم اینه که واقعا توجه معاصرین به مذهب شهرستانی از زمانی جلب میشه که آقای جلالی ناینی دو تا ترجمه فارسی از ملل نهر چاپ میکنه بعد مجلس خارات شهرستانی رو به فارسی چاپ میکنه و در مقدمه همونها اشاره میکند به این تفسیر قرآن شهرستانی که به وضوح سبقه شیعی و سبقه اسماعیلی دارد و به صلاح در این چیز رو باز میکنه این باب گفتگوی مفصلتر درباره هویت اعتقادی شهرستانی رو باز میکنه ما یه جای خالی دیگر هم داشتیم تا اینجا که کسی بهش توجه نمیکرده و طبیعی هم بوده به خاطر که خلع اطلاعات داشتیم ما تا دوره معاصر تا همین بیسی سال اخیر متون اسماعیلی نزاری دوره علموت کما بیش چاپ نشده باقی مونده بودن یعنی سوای اون کارهایی که مثلا ایوانوف در نیم قرن گذشته چاپ کرده که خالب احتیاج به بازنگری داشته که تمام این آثار نبوده ما الان بعد از چاپ شدن آثاری که عمدتاً نوشته توسی یا منصور توسی هستن بازم ماجرای ما به سمون قصه شهرستانی است که این نویسنده هر کی حالا مسئله مهم نیست ولی اصل اینه که ما یه آثاری داریم که نویسنده این آثار سهم بسیار مهمی در شکل دادن به تفکر اسماعیلیان و نظاری داشت ما با این هویت کار داریم حالا توسی سر کس دیگه است ولی مهم نیست که البته من در این بحث دارم حرف من اینه که توسی سهم داشته شهرستانی سهم داشته و اینها هم یه قرائن قوی داریم دال بر اینی که اینها اسماعیلی بودن به احتمال فراوان چاپ شدن این متون اسماعیلی دیگر مربوط دوره علمود ما کمک میکنه که این متون رو با هم مقایسه کنیم یعنی شما اگر مجلس خارزم شهرستانی رو و تفسیر قرآن شهرستانی رو مقایسه کنید با این مجموعه متون منتشر شده اخاید اسماعیلی در دوره علمود شما به وضوح اثر پذیر اینها رو از هم میبینید یعنی شما اگر از از تاریخی شهرستانی رو بذارید در زمان زمانی که حسن علی سلام السلام 17 سالش بوده و بعد او از دنیا رفته بعد از او تقریبا هیچ اثر اعتقادی اسماعیلی نوشته نمیشه که شما ردپای شهرستانی رو درش نبینید چه در صورتبندی فکر، چه در اصطلاحات و واژگان و تعابیری که به کار میبره، چه در منطق بیان اصل تعلیم یا توحید یا امامت یا قیامت. که اینا ها البته چهار تا مؤلفه کلیدی آثار شهرستانی ها. خیلی ممنون آقای دکتر در مورد خود رساله مجلس مکتوب خار از توضیح می‌فرمایید که با تحت عنوان خلق و امر شما منتشر کردین اساسا محور اصلی و موضوع بس چی هست در این کتاب ببین مجلس خارزم در واقع مجلسه یا مجلس وعظه به معنی دقیق کلمه منبر رفته مجلس گفتن اول سابقه داشته دیگه مثل شما در ادبیات فارسی مواعث سعدی رو دارید مجالس سبعه رو دارید اصلا یه جانریست برای خودش که اهل علم اهل فرهنگ بمبری ها اونایی که کار دعوت دین میکردند منبر میرفتن وعظ میگفتن این متن مجلس خارزم شهرستانی که عنوانش هم هست میگه مجلس مکتوب منعقده در خارزم یعنی سخنرانی میکرده شهرستانی یک کسی اینو مینوشته یعنی ما از دلالت هایی در داخل متن داریم که اشاره میکنند که قاری فلان چیزو خوند بعد شهرستانی ادامه این رو میگوید یعنی پیداست که تو مجلسی نشستن و ادی مخاطب داره این داره گوش میده و اینو و پیاده کردن مدر از جهت مقایسه با مثلا مواعظ سعدی یا مثلا مجالس سبعه مولوی ما یه متن مشابه این داریم در سنت اسماعیلی که اونم مجالس المعید فتین شیرازی است که تحت عنوان المجالس المعیدیه چاپ شده ادبیات گفتار نحوه بیان خیلی شبیه است به جنس مطالبی که شما در مطالب المجالس المعیدیه پیدا می‌کنید و این،, این دلدلی که من اسم میبرم از المعید اینه که شما با دو تا شخصیت دیگر هم مواجهید که به یه نحوی شهرستانی رو به اسماعیلیان پیوند میدن یکی البته المعید که شما در اسلوب تعویلی المعید شباهتایی میبینید در اون چیزی که در گفتار شهرستانی هست از جمله اینه که ما یکی دو تا روایت داریم در متن مجلس مکتوب و همچنین در تفسیر قرآن شهرستانی که ما هیچ منبع دیگری برای این روایت نداریم الا در آثار اسماعیلی پیش از شهرستانی به یکی از اینها المعید فتین شیرازی است یعنی ق... چیزی شبیه این رو پیش از این مثلا ما در اعلام النبوه ابو آتم رازی داریم اون, اون حدیث این هست که ان الله اسس دینه علی مثال خلقه لیستدل به خلقهی، علا دینه و به دینه علا وحدانیته که این روایت رو حالا یا منصوب به امام جعفر صادق است یا منصوب به پیامبر است المعید فدین شیرازی نقل کرده ناصر خسرو نقل کرده نفر بعدی که اینو نقل کرده شهرستانی است و نفر بعدی که اینو نقل کرده توسی است یعنی شما سلسله اینها رو که میبینید بدون هیچ گونه وقفه بدون اینکه بره سراغ یه متفکر دیگری خارج از حلقه تفکر اسماعیلی مستقیما میراث اسماعیلی است یعنی چیزی که اسماعیلیان برای توضیح و صورت بندی و تبیین عقایدشون ازش استفاده میکنن این یه نمونه است دیگه مضاف بر این ما یه دلالت های داخل متن داریم که من یه جای در حاشیه اشاره کردم به این در متن که اسم میبرد شهرستانی از کتاب ناصر خسرو از گشایش و رهایش ناصر و خسرو به تلمیح اسم میبره در داخل کتاب این گشایش و رهایش رو کنار هم گذاشتن اگر ما ندونیم که ناصر و خسرو کتابی دارد به اسم گشایش و رهایش خب چیز بی به نظر نیست. ولی اگر بدونیم که ناصر و خسرو این روایت رو در جامع اول حکمتینش به کار برده و المعید فدین شیرازی همین رو به کار برده و بعد شهرستانی هم این رو استفاده کرده و بعد شهرستانی اشاره می کند به یکی از اسم های به اسم یکی از کتاب های ناصر خسرو بعد گره باز میشه که خیلی فهمش راحت تر میشه حالا شما با یه شخصیت اینجوری مواجهید که از جوانه به متعدد میشه بررسی کرد احتمال اسماعیلی بودنش رو یعنی کسانی که تشکیک کردن عمدتا در اینی که شهرستانی احتمالا اسماعیلی بوده در اکثر موارد استناد کردن به اون روایتی که در ملل و نهل شهرستانی درباره اهل تعلیم میآورد و در اواخر اون قسمتی که درباره تعلیمیان صحبت میکنه یه سوالی میپرسه که ظاهرا سوال انتقاد آمیزه که من هر وقت از این اسماعیلیان پرسیدم که این امام شما چی تعلیم میده و اصلا چه حرفی برای گفتن داره اینا چیزی به من نگفتن گفتن خدای ما خدای محمده ما هر چی که محمد گفته همون ادامه میدیم و یه معلمی دارد این سراغ اون میاد چون ما گفت درسته که ظاهرا انتقاد است از اینی که اینها تقلید میکنن یعنی سوال نمیکنن چون و چرا نمیکنن و از نکات عجیب آثار شهرستانی این است که عین همین سخنی که شما در ملل و نحل با این تعبیر ظاهرا انتقاد آمیز از شهرستانی میبینید و شهرستانی از زبان ابلیس میاد در مجلس خارزم بیان میکنه و خودش بهش جواب میده یعنی انگار سوالی که خودش مطرح کرده رو جای دیگه بهش جواب میده این کار رو هم در مجلس خارزم کرده هم در مفاتی و انجام داده یعنی به یه تعبیری ما مگر اینکه ادعا کنیم که ملل و نحل رو یکی نوشته یادم نوشته نویسنده مجلس خارز با تفسیر مفاتی الاسرار یکی دیگه بوده خب بعد اون موقع بعد همچنان با توضیح بدیم که چرا اصطلاح تعابیرش مثل همه چرا سوال دقیقا عین اون سواله و چرا سال اینجا دقیقا جواب داده شده چون فسال دیگه به وجود میاره مختصر قصه اینه که تمام این شواهد درون متنی شواهد تاریخی تشکیک های نویسندگان و متفکران مختلفی که در دورهای مختلف زندگی کردن تا روزگار معاصر همگی دلالت بر تقویت این گمان دارد که شهرستانی اسماعیلی بود یعنی شما آشکارترین تعبیری که درباره شهرستانی داریم تعبیری است که در سیر و سلوک توسی آمده است دیگه که به توسی به شهرستانی میگوید دا یا دعات جدین شهرستانه. ما البته یه دلالت دیگری هم داریم برای اینکه شهرستانی اسماعیلی بوده ما اولا که کمترین تردیدی وجود نداره که شهرستانی برای اسماعیلیان نظاری علموت چهره بسیار مهمی بوده بسیار کلیدی بوده یکی از سوای این اثرگذاری که از حیث اصطلاحات و تعابیر شما در زبان و ادبیات و مجموعه اعتقادی اسماعیلیان نظاری علموت میبینید اسماعیلیان علموت یه کاری کردن که خیلی استثنایی و خاصه ملل و نهل شهرستانی برای اولین بار به زبان فارسی به دست اسماعیلیان نظاری ترجمه میشه و این در همون منطقه علموت هم ترجمه شده این ترجمه فارسی الان چاپ عکسی شده باسته میراث مکتوب اینو چاپ کرده خود من دارم روش کار میکنم و تصحیح و ترجمه انگلیسش هم انشالله به زودی تمام خواهد شد ولی این نکته ای که اسماعیلیان علموت میان عین این کتاب الملل و نهل رو شاید یکی از دقیق ترین و وفادارانه ترین ترجمه هایی که به زبان فارسی از ملل و نهل شهرستانی موجوده همینه یعنی اولا که اولین ترجمه است که خیلی دقیقه برخلاف دو ترجمه دیگر فارسی که ما داریم که یکیش ترجمه ابن ترکی که ترجمه مصطفی خالق داده هاشمی که هر دو تا آقای دکتر جلالی نایمی چاپ کرده به فارسی این دو تا ترجمه هیچ کدومشون به دقت این ترجمه نزدیک به زمان شهرستانی نیست اولا این دو تا ترجمه قرنها بعد از شهرستانی انجام شده سانیان خیلی مترجمان درش دخل تصرف کردن یعنی گفتار گفتار تازه یعنی صرفا ترجمه نیست ترجمه و تعلیف به معنایی و این شما با وضوح در مقایسه کردن این ستا متن میتونید ببینید و لذا ارزه بنده اینه که ما شواهد بسیار زیادی داریم که گمان اسماعیلی بودن شهرستانی برای ما تقویت میکن فارغ از اینه که حتی اگر ما درباره شخصیتی به اسم شهرستانی که فلان جایی بودنی آمده صحبت نکنیم ما درباره نویسنده دست کم این دو اثر کار داریم که بر تفکر اسماعیلیان دوره علم اثر گذاشته و بدون هیچ تردیدی مسیر فکری اسماعیلیان را عوض کرد ای دکتور در مورد گفتگوهای میان خضر و موسا در متن مجلس توضیح میفهمید و اینکه اصلا چه مفاهیم بنیادی بین اینها مطرح شده تقریبا یک سوم متن مجلس خارزم اختصاص دارد به قصه موسا و خضر که میدونید که قصه موسا, خ... موسا و خضر مبتنی است بر آیاتی از سوره کهف که درباره ملاقات بین موسی است و اون کسی که در قرآن بهش به عنوان عبد صالح اشاره میشه در قرآن اسم خضر نیامد موسی میره سراغ معلمی حالا چون در قصص انبیا میگن خضر پیغمبره میره سراغ معلمی به اسم خضر که از او درس بیاموزه خوب دقت کنید این موسی موسای پختگی است موسای صاحب شریعته موسایی که یکی از ارکان بزرگ ادیان ابراهیمی است یعنی ما در ادیان ابراهیمی ایسا رو داریم موسا رو داریم و محمد رو داریم و موسا نقش بسیار مهمی در شکل دادن به شریعت داره در آین یهود موسا میره سراغ یه معلمی که از او چیز یاد بگیره و همونجا بهش میگه که تو تحمل اینو نداری من یه کارهایی میکنم که از توان فهم تو خارج است و موسی عهد یاد میکند که من صبر خواهم کرد اعتراضی نخواهم کرد و این قسمت ماجرا برای همه آشناست دیگه همه چنیدن این رو که سه تا کار انجام میده خز که این سه کار باعث براشفتگی موسی میشه و بالاخره به خاطر همین اعتراض هایی که موسی میکنه خز میگه که هازا فراغون بینی و بینک که دیگه باید بری پیکار ولی بعد توضیح میده برای موسی که من چرا این کار رو انجام دادم و از خلال گفتگوهای موسا و خزر است که ما یه صورتبندی یه روایتی از نسبت شریعت و قیامت و صاحب شریعت و صاحب قیامت پیدا می کنیم. که میشه کلید فهم تفکر اسماعیلی دوره علم بود علل خصوص میشه یه روایتی از اون چیزی که اسماعیلیان در دوره قیامت بهش اعتقاد داشتن معنای قیامت چیست؟ معنای قیامت همون چیزی که در گفتگوی موسی شما میتونید بفهمید. یعنی یه کسی دسترسی مستقیم مثلا به خطبه قیامت که سلام نداره که نیست. ما میدونیم که یه پارههایی از این فقط موجود است. بخواد بفهمه که تفکر اسماعیلی دوره علموت درباره قیامت حول چه مواز مبانی میگردد کافیس همین روایتی که شهرستانی از گفتگو اینها به دست میدهد رو بخونید اتفاقی که میفته چیه من یه مثالش میزنم اینجا برای که توضیح بدم چ... تو با چه چارچوبی با چه استدلالی شهرستانی توضیح میدهد نسبت شریعت و قیامت رو که خزر میره در یه محله راه میره چند تا کودک دارن بازی میکنن یه طفل نوجوانی رو, رو میگیرد و مشتی به سرش میزنه و طفل رو میکشه و موسی اعتراض میکنه که تو بدون هیچ دلیلی بدون جور جرمی جنایتی یک کسی رو زدی کشتی هم که در کار نبوده جنایتی هم که مرتکب نشده حالا بعد آخر ماجرا خیلی توضیح میده که این کودک بزرگ میشه به بلوغ میرسد بعد آه، آه، انسان فاسدی میشه انسان تبهکاری میشه مشیت الهی بر این تعلق گرفته که این کودک در این سن کم جانش رو از دست بده و خداوند یه بچه دیگه به این پدر مادر میده که بنده سالی خواهد شد اعتراض موسا این است که هنوز که اتفاق نیفتاده که هنوز که این بچه جنایتی مرتکب نشده به خاطر جنایتی که مرتکب نشده که شما نمیتونید کسی رو قصاص کنی و پاسخ خزم اینجا این است که اون در عالم توست این اتفاق نیفتاده در عالمی که من ازش میام این اتفاق افتاده پیش از این توی موسا که صاحب شریعتی برای قضاوت کردن برای داوری کردن نیاز به زمان و مکان داری شما باید چند سال بگذره در یه مکان خاصی این آدم مرتکب و فلان فعل بشه و شما بنا به حکم شریعت بنا به احکام قضایی اون دین خودت قضاوتش کنی بگی که این قصاص بود بشه در که برای من اتفاق افتاد من سوی عالم موازی عالم شما دارم حرف میزنم که اون چیزایی که تو میبینی اتفاق نیفتاده برای من اتفاق افتاده. شما در عالم مقید به زمان و مکانی هستی من در عالم قیامت زمان و مکان برای معنی نداره ابتدا انتها معنی نداره تمام این در واقع دامنه از تا عبد رو خضر اینجا میبینه و این خزر میشه صاحب قیامت بعد تو مثال های مختلفی که موسا میزند سوالی که از خضر موسا میکنه که خود تکلیف من چیه؟ میگه تکلیف تو همون چیزی که خودت میدونی یعنی سوالی که موسا از خضر میکنه که من کاری که تو داره میکنه اون رو باید بکنم میگه نه تو حق نداری کاری که من میکنم بکنی بخاطر اینکه من خزرم من صاحب قیامتم تو صاحب شریعتی تو نمیتونی کار صاحب ش... قیامت رو انجام بدی خدا قیامت کار صاحب شریعت رو نمیکنه تو که صاحب شریعتی مقیدی مکلفی به که در دایره زمان و مکان و بر حسب همین احکام شریعت قضاوت کنی من نیاز به این ندارم خاطر که من علمی دارم که تو نداری بخاطر اینکه من از عالمی میام که تو نیستی درش و اینجاست که شما دوتا تعبیر دارید در چیز در زبان شهرستانی که به طور خاص در گفتگوی بین موسا و خودشونشون میده تعبیر حکم مفروغ و حکم مستعنف است حکم مفروغ یعنی حکمی که از او فراغت حاصل شده یعنی تصمیمش گرفته شده از قبل حکم مستعنف یعنی چیزی که شما به تأخیر میندازید دیگه توی اصطلاحات قضایی داریم دیگه یعنی دادگاه استیناف و این حرفا یعنی یه بار دیگه تجدید نظر میکنن میان میکنن موسی که صاحب شریعت است احکام او مربوط به عالم احکام مستعنف است خضر که صاحب قیامت است حکمی که صادر میکنه حکمی است که مربوط به احکام مفروغ است یعنی در عالمی که خضر زندگی میکنه اون بچه قتل کرده اون بچه جنایت مرتکب شده در عالم موسی اون بچه جنایت مرتکب نشده حکم مستعنف است حالا اگه بخوایم مقایسه کنیم اینها رو با هم اگه یه جدول داشته باشیم ما از یه طرف ظاهر داریم باطن داریم مستعنف داریم مفروغ داریم تنزیل داریم تعویل داریم شریعت داریم قیامت داریم و یه سلسله از این اصطلاحات مزدوج رو در واقع شهرستانی به کار حالا دوگانه شاید نباید بگیم به خاطر ای اینا تقابل شاید نداشته باشن ولی اینا کنار هم هم حرکت میکنن این اصطلاحاتی مثل مفروغ و مستعنف که کنار ظاهر و باطن میاد کنار تنظیر و تعویل ظاهر میشه اون اصطلاحاتی است که شهرستانی در واقع به منظومه فکری اسماعیلی اضافه میکنه و یکی از دلایلی که علل خصوص نویسندگان معاصر همیشه گرفتار سردرگمی شدن برای اینکه هویت شهرستانی تشخیص بدن اینه که سراغ یه اصطلاحاتی در زبان شهرستانی رو می گرفتن در تفکر اسماعیلیان رو پیش از دوره بود که دو خب اصلا راه اشتباه می به خاطر که اسماعیلیان رو پیش از دوره علمود اصلا از این اصطلاحات استفاده نمی کردن ابداع خود شهرستانی حالا بگذارید با احتیاط من بگم ابداع خود شهرستانی به خاطر که شهرستانی به طور خاص در مقدمه تفسیر مفاتیح الاسرار از برخورد خودش با یه عبد صالحی حرف میزن یه خزری صحبت میکنه که شما بیاید فرض کنید که او مثلا با یک نفر امام اسماعیلی یا یک صاحب دعوتی مثل رابطه ای که مثلا ناصر خسرو و المعید داشته برخورد کرده که این معارف اهل بیت رو به او که هیچ چیزی نیست جز معارف تعویلی دیگه معارف باطنی اون چیزهایی که ما در مفاتی و در میبینیم اینجاست که این اصطلاحات خاص شهرستانی برای ما رمزگشایی میکنه و کلید حل مثلا این نیست که شما برگردید به دوره قبل شهرستانی ببینید کی اینو به کار چون خیلی اولا که هیچ کس به کار نبرده اینا رو به این تعبیر و اگرم به کار رفته خیلی خیلی به ندرت به رفته یعنی ما یه رشته خیلی نازکی از اتصال شهرستانی به دوره فاطمی داریم شهرستانی شخصیتی که دوره نظاری تاریخ و تفکر اسماعیلی رو در واقع نمایدی. در خصوص اصطلاح مزدوج خلق و امر هم دوزی میفرمایید خلق و امر هم هست. دقیقا تو همون فضا حرکت میکنه دیگه ببینید وقتی شما میگید ما حکم مفروغ داریم و حکم مستعرف داریم حکم مفروق مال حکم عالم امر است حکم مستعرف مال حکم عالم خلق است شما در عالم خلق تشابه دارید در عالم امر تباین دارید مشابهت و مباینت که بازم این روز اصطلاحاتی است که شهرستانی به کار میبره و بعد اسماعیلیان علموت هم به کار می شما وقتی از عالم خلق و امر صحبت میکنید این، اینج اینجوری بذارید توضیح بدم به سال اولتون هم ارجاع میکنه که حرف اصلی شهرستانی در رساله خلق و امر چیست اگه بخوایم به زبون خیلی خیلی ساده بیانش کنیم ابتدا و انتهای تفکر شهرستانی در مجلس خارزم این است که معرفت خدا از طریق یه فرد یه کسی حاصل می شود و اون کس کسی نیست الا معلم معنوی و باطنی که حالا در مجلس خارج این کس میشه خزر یا عبد صالح یا به سراحت در تفسیر مفاتیح الاسرار تعبیری که شهرستانی به کار میبرد الامام الحی الحاضر القائم است که یه چیزی کاملا انحصاری تعبیر اسماعیلی نظاری است یعنی شما بین شیعیان به طور عام پیدا نمی کنید وقتی شما بگید امام حی حاضر قائم فقط یه عده وجود داشتن در اون دوره که شهرستانی در زندگی می کرده که قائل بودن به اینه که امام حی حاضر قائم وجود داره و دقت کنید که امام حی حاضر منافاتی ندارد به امام مستور بخاطر خاطر اینکه اسماعیلیان قائل به قیمت امام نیستن اسماعیلیان تو دوره های قائل به سطر امامند نه به معنای قیوت امام این امام همچنان هی است و حاضر است و قائم و دسترسی به وجود داره از طریق کسانی که با ارتباط دارن اینجاست که شهرستانی در واقع انگشت میگذاره سر چی؟ مسئله توحید چون خدا رو چطور میشنسی؟ این سوال کلیدی اصل تعلیم شهرستانی است دیگه که میگه در معرفت خدا خرد بس یا نه بس و بعد استدلال میکنه که شما احتیاج به معلمی دارید احتیاج به معلم صادقی دارید و اون معلم صادق اه، اه، کسی نیست جز امام زمان و این امام زمان است که در واقع شما رو چکا میکند به معرفت خدا میرساند به توحید میرساند به توحید نزدیک میکنه حالا توحید گره میخورد به یعنی خداشناسی شما به امام شناسی شما گره میخورد امام شناسی شما به تعلیم امام گره میخورد تعلیم امام به چی گره میخورد؟ به اصل قیامت یعنی امامی که از اصطلاحاتی که به طور خاص اسمایلیان دوره علموت اینو به کار بردن اینه که لفظ امام و قائم رو گاهی اوقات به جای هم به کار بردن یعنی ما به وضوح در دوره علموت داریم که با, با یه فضایی مواجهیم که کلمه قائم و تعبیر قائم مثلا دیگرگونی مفهومی پیدا میکنه یعنی ما در دورای پیشین ما میدونستیم که اسماعیلیان نخستین قائل بودن به اینکه محمد بن اسماعیل قائم است رجعت خواهد کرد بعد قائم بعدی اصلا شد مهدی که اولین خلیفه فاطمی است که بر تیسری از روایاتی انتفاق داده بودن که خورشید از مغرب طلوع می کند و الاخر تا می رسیم به دوره علازه که السلام که میشه قائمی که قیامت رو اعلام میکنه و بعد یه جایی در تصورات توسی میگوید که لفظ قائم رو شما بالقوه برای هر امامی به کار میبرید ولی به طور خاص به کسی میگیم قائم به امامی میگوییم قائم که تصرف بسیار در شریعت میکنه که حالا اون بحث مفصلی داره ولی از من این است که خداشناسی متصل میشه به امام شناسی و به تعلیم امام و به قیامت یعنی شما این چهار تا مفهوم کلیدی رو دارید در رساله خلق و امر شهرستانی توحید امامت تعلیم و قیامت که در واقع در خلال این داستان است که شهرستانی توضیح می دهد که شریعت احکام شریعت تکامل پیدا می کند تا میرسه به محمد ابن عبدالله می به خاتم انبیا می رسند. و با پیامبر اسلام است که دور تکوین شرعی تمام میشه و میرسیم به آغاز دور قیامت این همون تعبیری است که در تصورات هم آمده است که پیامبر اسلام خاتم دور شرایع است و فاتح دور قیامت یعنی شما پیامبر اسلام دور شریعت تمام میکنه بعد از پیامبر منتظر قیامتی منتظر در آمدن قائم هستیم و این قائم هم جو سیال باقی میمونه تو دو دورهای مختلف مساق پیدا میکنه ولی همچنان طور خاص در تفکر اسماعیلیان نظاری به طور ویژه بعد از شهرستانی این خصلت سیالیت خودش رو حفظ, حفظ میکنه که این قیامت هر لحظه میتونه اتفاق بیفته تو دو هر دوره‌ای در هر زمانی برای هر کسی رخ میده و این قیامت میشه قیامت معنوی از جنس تجربه ای که موسا در برابر خسر میکنه این برپا شدن قیامت دیگه از این منظر نگاه میکنه این تعلیم قیامت در اندیشه اسماعیلی ارتباطی داره با مفهوم حقیقت در در واقع سنت عرفا و اهل تصوف اینها چطور می‌بینید این نکته خوبی اشاره کردید خاطر اینکه یکی از صورتبندی هایی که شما در دوره علموت می‌بینید در واقع در ترازها و درجات تقسیم بندی مردم در معرفت امام سه تا اصطلاح شهرستانی وارد تفکر اسماعیلی می کند اصطلاح تضاد ترتب و وحدت که در واقع این سه تا اصطلاح تضاد و ترتب و وحدت اصطلاحات کلیدی توضیح دادن فلسفه قیامت است که در خطبه قیامت علیه السلام ما این رو وضوح می بینیم برخلاف دوره فاطمی که سلسله مراتب دعوت خیلی پیچیده تر بود خیلی مفصل بود یعنی شما امام دارید حجت دارید باب دارید نمیدونم دایی مطلق دارید همینجوری بگیرید تا معزون و مستجیب این حرفا و اینا رو متناظر میکردن با سلسله افلاک با اون فهمی که در جهان شناسی بطلم یوسی دوره خودشون داشتن در دوره نظاری اسماعیلیان به وضوح این سلسله مراتب رو کم رنگ میکنن یعنی زوادشو میزنن چیزی که زواد به کارشون نمیاد ازش استفاده نمیکنن با یه صورت بندی با یه سلسله مراتب خیلی خلاصه تر و خیلی مختصر مواجهن. مواجه شما دایی دارید همچنان حجت و این حرفا دارید حتی باب دارید مثلا به یه تعبیری درباره مثلا حسن صباب کار برده شده عبد حسن رو میگفتن حجت ولی اتفاقی که افتاد این بود که این تقسیم بندی به شکل پیش پیدا شد پیدا شد که مردم یا اهل تضادند یا اهل تراتبند یا اهل وحدت اهل تضاد کسانی هستند که امام زمانشون رو نمیشناسن کسی که امام حی حاضر قائمش رو به رسمیت نشناسه و معرفت نداشته باشه به او اهل تضاد است و اینا نه مبدع دارن نه معاد دارن به همون تعبیری که بعدا در زبان الاسکه سلام پیدا میشه اهل ترتب کسانی هستند که به زبان خیلی خلاصه کسانی هستن که امام وقتشون رو میشناسن یعنی انگار اعضای جامعه اسماعیلی یعنی طرف اسماعیلی به دنیا اومده با شخصیت مثلا امام اسماعیلی مواجهه برخورد کرده نشاست برخواست کرده و یه شناختی از او داره و این سطوح مختلف معرفت داره دیگه یعنی به درجات مختلف مردم شناخت مختلفی از امام وقتشون دارن اهل وحدت کسانی هستن که با امام زمانه ایشون زمان خودشون یکی شدن متحد شدن یگانه شدن با او به گونه ای که قول آنها با قول امام فرقی نداره فعل آنها با فعل امام فرق نداره سخن آنها با سخن امام فرقی نداره این صورت بندی رو شما موازی و مقارن همین رو در ادبیات صوفیانه میبینید یعنی شما در میان صوفیان که از شریعت و طریقت و حقیقت صحبت میکنند اینو این شما از فضای غیر شیعی منتقلش کنید به فضای شیعی که امام نقش کلید شما اونور در تصوف غیر شیعی قطب دارید پیر دارید شیخ دارید که منحصر به یه فرد نیست نیازی هم نیست از اهل بیت پیغمبر باشه به محض اینه به فضای شیعی میارید میشه امام حج حاضر قائم که باید از اهل بیت پیغمبر باشه ما اون سلسله نسبی که شیعیان برای اون نقل میکنن در اون فضا شما فنا الله دارید در این فضا چون معرفت خدا بدون معرفت امام میسر نیست این فنا میشه فنایی در ولایت امام اینجاست که هر چیزی که شما اراده شما منوط به اراده امام باشد اینجاست به اون درجه بالاتر از فنا میرسید که این هم اتفاقا تعبیر صوفیان است دیگه یه روایت مشهوری است که موقعی که عبدی بنده به من تقرب میشه از طریق عبادت و نوافل و الاخر که من به جایی میرسد که من چشم او میشم من گوش او میشم هر چه او میشنوه من میشنوم یعنی انگار شما میان انسان انسانی که تقرب جسته است اون به خدا نزدیک شده به خداش تفاوت قائل نیستید که خلاصش همون چیزی که شما در دعوت حلاج میبینید و تمام صوفیان در واقع اینو تکرار میکنن لذا این تعبیر سلسله مراتب تضاد و ترتب و وحدت به یه موازیست با اون صورتبندی شریعت طریقت و حقیقت که البته اون در چارچوب دیگه ای کار رفته ولی این در چارچوب دیگری ولی مضمونا و مفهوما خیلی شبیه به هم است با این تفاوت که اون بر شما شیخ و قطب غیر شیعی ای دارید اینجا امام اهل بیت بیان دارید درست دکتر با به توضیحاتی که فرمودین مشخص است که جهان بینی اسماعیلی در عهد علموت متفاوت است با جهان بینی اسماعیلی در عهد فاطمیان که ظاهرا طبق توضیحات شما شهرستانی کرد اصلا کسانی بوده که این بنیان رو در شکل داده توضیحی میتونید بدید در مورد اینکه اساسا فکر میکنید چرا این تغییر جهان بینی شکل گرفته ببینید از لحاظ معرفت شناسی اگه بخوایم توضیح بدیم شما یه لحظه چهرستانی رو بذارید کنار از لحاظ معرفت شناسی زمانی شما یک نظریه رو دگرگون میکنید تغییر میدید که اون نظریه و مشکل میخوره یعنی مشکلات عملی پیدا میکنه مشکلات نظری پیدا میکنه پاسخگوی مسئله های شما دیگر نیست چه اتفاقی افتاده بین تفا فرق فارق بین اسماعیلیان فاطمی و اسماعیلیان نزاری چیست؟ اینه که سر جانشینی مستنصر به اختلاف پیش میاد سر میان جانشینی نزار و مستعلی یه شاخه میشن مستعلی یه شاخه میشن نزاری اسماعیلیان ایران از, آز اقتصادی، از, آز سیاسی، از, از فکری مستقل میشن از کل دستگاه دعوت ناگهان بند نافشون بریده میشه از از مصر از خلفای فاطمی و اینجاست که اروپا خودشون بیستن و یکی از تحولاتی که اتفاق میافته در واقع دگرگون کردن فضای فکری است اینجا حالا فراموش نکنیم که ما اولا که از فضای جغرافیایی شمال آفریقا اومدیم بیرون شمال آفریقا این که دارم میگم شمال آفریقا یعنی شمال آفریقای کلان دیگه یعنی شما از از تونس و نمیدونم مراکش اینا بگیرید تا اینور مصر و اونجا هم که نزدیک است به کجا به اسپانیا و نمیدونم اون اه اه قسمت ایبریا و اینا که ما در واقع غرب عالم اسلام است یه به وضوع شما رد پای تفکر فلسفی رو اونجا میبینید چون نزدیکتر به یونان دیگه اسماعیلیان ایران توی فضای زندگی میکنن که علاوه بر مسئله های سیاسی که دارن یعنی شما اختلاف سیاسی و فاطمیان پیدا میکنن در یه فضایی رشد میکنن که تصوف هم بالیده تصوف خراسانی هم رشد کرده و ما میدونیم شواهد بسیار قوی داریم که اسماعیلیان ایران که به فارسی حرف میزن دیگه عربی صحبت نمی کنن. به شدت زیر نفوذ تصوف خراسانی هست. و یکی از ویژگی های مهم تصوف خراسانی مخالفت با فلسفه است با فلسفه یونانیه که ما میدونیم فلسفه یونانی به طور خاص در تبیین تفکر نو افلاتونی که از ویژگی های مهم و برجسته تفکر فلسفی علل خصوص به زبان عربی است یعنی شما فلسفه رو در عالم اسلام اگه نگاه کنید مثلا اگر تعبیر دیمیتری گوتاس رو کار ببریم که میگیم فلسفه عربی ابن سینا فلسفهش عمدتا به عربی است فارابی به عربی فلسفهش و اینا امتداد راه ارسطو و افلاطون افلوتین هم در واقع وارد فضای ایران و علل خصوص خراسان موقعی که میشه که این میشه اسماعیل ایرانی ناگهان یه تحولی اتفاق میفته رنگ گرفتن از صوفیان برجسته میشه زبان فارسی خیلی کلیدی میشه برخلاف دوره قبلی یعنی شما از ناصر خسرو ناگهان فارسی میشه زبان اصلی و اینجا اصلا زبان یه عنصر کلیدی اینجا به جای خیلی بحث مفصلی داره ولی به نظر من یکی از علل و ریشه ها و زمینه تحول فکری زبانه که زبان اصلی دیگه زبان عربی نیست زبان تفکر زبان رسمی دعوت اسماعیلی از اون تاریخ بعد میشه زبان فارسی و زبان فارسی کجا رشد میکنه کجا بلوغ پیدا میکنه تو اگه بگی صوفیان دیگه تو شعر که بلوغ پیدا میکنه یعنی شما اگه صنایع دارید عطار دارید بعد مولوی دارید اینها هستن که زبان فارسی اون دوره قرن 4 و 5 و 6 هجری با اینا به بلوغ میرسه به رشد میرسه و کمال میرسه این یه جنبه ماجراست یه جنبه دیگر ماجرا اینه که ما به طور خاص به شهرستانی اگه بخوایم جواب بدیم ما میدونیم که شهرستانی به رغم اینه که متهم بود به اینه که میل به فلاسفه دارد میل به ظلمات فلسفه دارد به, به گفته یکی از هم اصران او اصلا فلسفه نبود یعنی قائل به نگاه فلسفی یک کسی مثل ابن سینا نبود به خاطری که در نگاه فلسفی ابن سینا خدا واجب وجوده در شما در نظام فکری شهرستانی شما به خدا به عنوان واجب الوجود اشاره نمی کنه. و این سعادیه که در سیر رسول کم توسی مفصل توضیح داده که ما تفاوتی وجود دارد بین اهل تعلیم و اهل فلسفه به خاطر که اهل فلسفه به خدا این نسبت واجب الوجود وجود رو میدهند ولی اهل تعلیم با امر خدا کار دارند نه با خود خدا یعنی خدای خدای ورای تشبیه و تعطیل و این هاست یعنی خدای تنزیهی خیلی فراتر از این حرف که کما بیش به یه وحشی تکرار همون صحبت ابو یعقوب است در کشف المحجوب به این معنا شهرستانی که میاد مسارعت الفلاسفه رو می نویسد که نقد ابن سیناست که ببینید خوب دقت کنید بزرگترین چهره فلسفی عالم اسلام و در ایران اون موقع کیه ابن سیناست دیگه شیخ و رئیس استاد تمام فیلسوفان و عالمان ابن سیناست که دست بر غذا در خانواده اسماعیلی هم به دنیا آمده از تفکر اسماعیلی هم اثر گرفته و ما باز هم میدونیم که از حمید الدین کرمانی که صحبت میکنیم شما نمیتونید تفکر حمید الدین کرمانی رو بدون فهمیدن و تفکر فارابی و ابن سینا بفهمید به نسل پیشین پیش از او. شهرستانی از راه میرسه و کی گلاویز میشه با ابن سینا و این شهرستانی اگر پس ذهن ما این باشه که شهرستانی خودش داعی و دعات بوده به گفته توسی یعنی یه چهره ای در دعوت اسماعیلی نظاری داریم که قد علم کرده طرحی نو در انداخته است و اینم هم بی سابقه نیست پیش از این در دعوت اسمالی بارها اتفاق افتاده اختلافاتی که بین نصفی بین شما اگر از, نصفی و ابو یعقوب سجستانی و ابو آتم رازی و حمیدالدین کرمانی تا ناصر خسرو شروع کنیم بینید که بین اینها مدام جنگ و لفظی با هم اختلاف دارن یعنی ما اینو آشکارا میدونیم که یکی از کارهایی که شهرستانی در راحت العقل انجام داد اینه که بازنگری کرد در تفکر نو و نو فیثاغورسی یعقوب سجستانی و در واقع یه طرح تازه ای از فلسفه نو ارائه داد که شما در تفکر سجستانی نمیبینید در واقع اومد رو دوش سجستانی استاد سجستانی رو نفی کرد رد کرد گذاشت کنار گفت ما به جای اون راحت العقل رو داریم شهرستانی از راه میرسه کلی اینا رو میذاره کنار میگه ما به جای این یه تفکر تعلیمی داریم که اگر ما به یه تعبیر دقیقی بخوایم یه اصطلاحی براش به کار ببریم که شهرستانی در واش استفاده ازش استفاده هم در مجلس خارزم هم در اه، اه، مفاتیح اسرار تعبیر نیابت رجال است که اسم قرانیش میشه چی؟ حنیفیت یعنی تو قسمت دوم ملل نهال یه گفتگوی مفصلی داره شهرستانی گفتگوی نمادینه به یه تعبیری بین یه نفر سابعی و یک نفر حنیف بین سابعه و هنفا ما اگر بخوایم به یه تعبیری رمزگشایی کنیم از اصطلاح حنیف در برابر سابعه در گفتار شهرستانی هنفا کسانی هستند که اهل تعلیم هستند یعنی میشه اسمایلی نزاری. نظاری سابعه کسانی هستند که برای معرفت خدا نیاز به معلم نمیبینن یعنی مسلمان مسلمانان میشن سابعی یعنی متوسل میشوند به این مراتب مختلف روحانی و از عقل خودشون هم استفاده میکنن و که در اه اه مجلس خارزم استفاده کرده در مقفاتی الاسرار هم استفاده کرده که میگوید الحنیفیت و نیابت الرجال و ثبت و, و نیابت الروحانیات که حالا برمیگردد بر بر به اون داستان ابراهیم که ماه و ستاره و خورشید و اینا بهشون سجده کرد و بعد گفتش که اینا همه افول میکنند و من سراغ خدای بزرگتر میرم این حرفا که اون البته اسماعیلیان یه تعبیر کاملا تعبیلی ازش دارن یعنی همون تعبیری که ما در تصورات توسی میبینیم همون تعبیری است که ما در مجلس خوارزم شهرستانی داریم همون تعبیری است که در مفاتیح الاسرار داریم و این همون تعبیری که در اساس تعویل قاضی نعمان هم هست یعنی این سلسله مراتب روحانی ابراهیم رو به درجه حنیفیت میرساند یعنی حنیفیت مقامش بالاتر از مسلمان بودن خیلی ممنونم از توضیحتون اگر بخواین طبقه کار کرده این فلسفه و نگاه رو در دنیای امروز در موردش توضیح بدین چی میتونیم بگیم یعنی اصلا دیدگاهی که در کتاب مجلس مکتوب خار از مشخصا مطرح شده و حالا اندیشه های شهرستانی فکر میکنی کار کرده دنیای امروز چطور میتونیم؟ سال خیلی خوبی است یعنی یک کسی از ما بپرسه امروز خب حالا چه فایده داره بخونیم دو تا حد اقل دو تا خاصیت مهم دارد شهرستانی خوندن و فهمیدن شهرستانی اولینش که خب تاریخی است دیگه یعنی شما اگر تاریخ اندیشه میخونید اگه ندونید چه کسی بر چه کسی اثر گذاشته و اگر ندونید ریشه فلان فکر از کجا آمده نمیتونید این متون مختلف رو به هم ربط بدید یعنی شما اگر مثلا مثال شهرستانی رو عوض کنید قرآن رو بدید دستی یه آدمی بهش بگید که شما فقط عربی بخون تفسیر نخون حدیث نخون روایت نخون تاریخ نخون فهمی که شما آدمی که بدون هیچ کدوم از این زمین ها قرآن رو میخونه زمین تا آسمون فرق میکنه با ف... کسی که قرآن میخونه تاریخ میدونه حدیث میدونه صرف و نحو میدونه لغت میدونه فقه لغت عربی رو میدونه تاریخ تحول زبان عرب... زبان عرب رو میدونه باستان شناسی تصور کاملا متفاوتی داره به یه معنای یکی از دلایل اهمیت شهرستانی دلایل باستان است در واقع یعنی اگر نتونیم چون کار باستان شناس چیه باستان شناس چیکار میکنن میرن خاکو میزنن کنار اون لایه های زیری رو در میارن دیگه یه چیزی که به چشون نمیاد ما در واقع یه پرده ای رو از چهره شهرستانی برداشتیم چیزی که تا کسی نمیدونسته رب داره به این قصه ها یعنی نقش شهرستانی در شکل دادن به تفکر اسماعیلیان خیلی خیلید. که تا امروز مقفول مانده یعنی حسن صبا رو میشناسن علاوه که سلام میشناسن توسی رو میشناسن ولی هیچ کسی اصلا توجه نداره که این آقای شهرستانی صاحب ملل چه ربطی به اینها داره ربطش اینه که این تفکر اینا رو عوض میکنه تفکر فلسفی اینها ناگهان به یه تفکر تعویلی باطنی صوفیانه منتقل میشه که بعد از سقوط علمود علال خصوص خیلی به کار اسماعیلیان میاد وقتی که آمیخته میشن با تصوف نکته بعدی معرفت شناختی است که سوالی که در واقع میپرسیم سوال اختصاص به شهرستانی نداره اختصاص میشه درباره هر متفکر اسماعیلی پیشین به کار برد شما ناصر خسرو رو بگیرید سجستانی رو بگیرید حمید الدین کرمانی رو بگیرید اصلا خارج از فضای فکری اسماعیلی مثلا شما در فلسفه یا در علم نگاه کنید ما افلاتون داریم ارسطو داریم همجین میای تو دوره معاصر وقتی دارم میگم افلاطون ارسطو فقط معنی فلسفی به کار نمیبرم معنای علم و تاریخ علم و فلسفه علم معنای کلان به کار آنچه که در تفکر فلسف تفکر افلاطون و ارسطو همچنان قابل اتکاست همچنان برای ما امروز مسئله حل میکنه خب نگرش داشتن و اگر چیزایی قابل اتکا بوده اون چی که قابل اتکا نیست منسوخ شده یا بازنگری کردن در یا اصلاحش کردن و اینو ما به وضوح در سیر تغییر مفاهیم در واقع مسئله های فیزیک اینو به وضوح میبینیم یعنی بعد از گالیله سرنوشت کیهان شناسی عوض میشه یعنی شما دیگه به عالم مثل دوره بعد از گالیله دیگه مثل دوره بطلمیوس نگاه نمی کنید. که زمین مرکز منظومه شمسی باشد و نمیتونم خورشید دور زمین بچرخه ناگهان دنیا عوض میشه دیگه اینجا بعد از او کپلر میاد کوپرنیک از راه میرسه بعد به دوره نیوتن میرسیم بعد به دوره انیشتین میرسیم و الی همینجوری علم تحول پیدا میکنه با یه تفاوت خیلی ظریف که در فضایی که یه کسی مثل شهرستانی داره حرف میزنه سرعت تحولات چه بسا به اون سرعتی که در عالم فیزیک اتفاق میفته نیست ولی همچنان وجود داره همچنان این تکامل و تحول وجود داره یعنی اگر شما فهمیدید که اسماعیلیان از دوره سجستانی تا دوره حمیدالدین کرمانی و دوره مثلا المعید فتین شیرازی چه تحولات فکری پشت سر گذراندن به طور خاص مفهوم قیامت چقدر دگر دیگر گونی و دیگر دیسی پیدا کرده بین اسماعیلیان خب بعد نقش شهرستانی خیلی کلیدی میشه دیگه یعنی شهرستانی قشنگ مسیر رو به شما نشون میده مثل اینکه شما یه جاده‌ای رو دارید یه رای رو دارید میرید نقشه ندارید خیلی نقش هست دیگه برای شما نقش شفا میکنه مضاف بر این که خیلی از چیزایی که شما به طور خاص در مجلس شهرستانی میبینید امروز هم قابل استفاده است قابل استفاده است یعنی که شما خیلی راحت میتونید در یک جمعی که مخاطبان شما اسماعیلی نزاری تعلیمی باشند از این ادبیات و از این گفتار استفاده کنید با همین منطقی شهرستانی در صحبت میکنه و هیچ اختلالی به وجود نیاد در حالی که مثلا شما اگر مثلا از یه مسئله ای که ناصر خسرو در جامع الحکمتین بر اساس جهان شناسی کیهان شناسی بطلمیوسی مطرح کرده که بوده واقعا قاعده کیهانشناسی شناسی دور ناصر خسرو این بوده استفاده کنید مثلا برید یه جایی به یه عده آدمی که در قرن 21 تحصیل کردن بگید که زمین مرکز عالم است زمین مرکز منظومه شمسی خب بچه دوستانی هم بهتون میخنده اختلال ایجاد میکنه دی. شما اینا رو تصفیه میکنید اینا رو بازنگری میکنید اینا به یه تعبیری منسوخ میشن به خاطر یک معرفت بشری اند حالا ممکنه بعضی چیزا دیرتر دستخوش تغییر بشن بعضی چیزا هیچ وقت ممکنه در عمر ما قد نده عمر مثلا یه میلیون سال دیگه هم قد نده بعضی چیزا تغییر میکنه مثل همین احکام فیزیک مثل این تعبیراتی که درباره جهان شناسی خیلی ممنونم آ دکتر از از زمانتون از شما خیلی تشکر میکنم روزتون بخیر از اینکه در این برنامه همراه ما بودیم بسیار سپاس گذارم منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم تا برنامه بعدی یعنی بدت از